مادر هر وقت دلش تنگ می شد در آغوش کشیدن عکس های فرزند بود که آرامش می کرد. انگار مجیدش را به آغوش می کشد. گروه آخونده بود اون رو ثبت کرده بوده. خیلی دوست داشته مون باشه که گاه گاده سراش باشه. آذر ماه سال 89 وقتی دشمنان کوردل دانشمند هسته‌ای کشورمان شهید دکتر مجید شهریاری را به شهادت رساندند، همه ملت ایران عزادار شد. یک آبرویشون داد به محیط علمی کشور، یعنی شهادت این دانشمند برجسته مورد قبول به وسیله دشمنان دین و دشمنان اسلام و دشمنان جمهوری اسلامی نشون داد که محیط علمی کشور ما اینه. مجیدش که رفت دلتنگیش هر روز بیشتر و بیشتر میشد. قاضی خانم میشه گفت یه اسطوره صبر بود، ولی خب با این حال دلشون همیشه خون بود. وقتی که میرفتن امامزاده صالح نزدیک 3-4 ساعت سر مزارشون باش خلوت میکردن، دردیر میکردن. حالا فراق به پایان رسید. اینک مادر فرزند ایران به دیدار فرزندش شتاب و برای همیشه آسمانی شد. ظهر امروز پیکر قمرتاج زینعلی مادر سردار جبهه علم و فناوری شهید مجید شهریاری دانشمند هسته‌ای کشورمان در بهشت زهرای زنجان تشییع و تدفین شد. شهریاری شدن آسان نبود در آدم، مگر او را مدد از افتخار مادر باشد. یک همچون دانشمند متعهد مؤمن انقلابی رو تربیت کردن. زیاد به دیدنش می رفتم. چهره مظلومیت و معصومیت خاصی که من تو چهره ایشون می دیدم. مادران پدران شهدا نعمتی هستند در کنار ما. آرام به خواب مادر، که فرزندان این سرزمین ادامه دهنده راه و روشی هستند که فرزند شهیدت بر جای گذاشت. ای زائران قبرم، من مادر شهیدم، آن شهریار دلها باشد همی مجیدم. انشالله که ما شرمنده اینا نشیم، بتونیم ذره‌ای از راهی که فرزندان اینا زحمتی که نکشیدن رو بتونیم طی کنیم. سریال صبح آخرین روز وقتی کلید خورد و در حضورت رونمایی شد، چه خوب شد بودی و روایت زندگی فرزندت را دوباره به تماشا نشستی. مادر مجید هم به شهریارش پیوست. او فرزندی در دامان خود پرورش داد که فخر ایران زمین شد. روحش شاد. مهدی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.